بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صلاح خدمت شما استاد یوسف عزیز و همه حضار محترم. وارد درس گفتار نهم میشیم از این مجموعه درس گفتار ده جلسه ای. سلامت باشین. جلسه آینده هم دوستان جلسه آخره، حالا اگه جلسه پرسش و پاسخ عمومی تر بذاریم میشه دیگه جزء این ده جلسه نمیشه، ولی بخوام اگه هفته بعد مزاحم استاد بخوام بشیم، ولی این دو جلسه، این جلسه انشاءالله درباره غصب باغ فدک صحبت خواهیم کرد، استاد صحبت خواهیم کرد. هفته آینده هم درباره حمله به خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین و شهادت ایشان که میشه جلسه دهم ما، جلسه پایانی ما. خب باستا تا اینکه وارد برنامه امشب بشیم، سوال اول رو بنده شروع میکنم درباره تاریخچه باغ فدک لطفا صحبت بفرمایید و اینکه پیامبر اکرم در چه سالی اون رو به حضرت زهرا علیه السلام و اون هدیه بخشیدن و ارتباط و پیوندش با دو آیه فعات ذی القربا حقه یا وعات ذی القربا حقه چگونه است، آیا اون دو آیه مکی بودن و این واقعه در مدینه اتفاق افتاد، توضیح بفرمایید ممنون میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. سال خیبر سال هفتم هجری در ماه صفر که بیش از یک ماه محاصره پیغمبر اکرم و مسلمانان برای این هر قلعه بود که قموس بود و بقیه قلعه ها هر کدام نامی داشتند و اون چه که بر سر زبان هاست با عنوان فتح خیبر یا قلعه باب خیبر یعنی کندن در خیبر، همه منظور همین قلعه مرکزی یعنی قموس هست. و بعد از اینکه تمام هفت قلعه خیبر و آخرین قلعه که قلعه مرکزیشون بوده قلعه قموس تمام شد، این دفعه پیغمبر سرازیر شدن به طرف مدینه. در راه خیبر به مدینه قریه‌ای بود به نام فدک و کسی هم ندیدم متعرض بشد که اصل این نامه فدک چی، نام فدک چی هست و از کجا آمده است و از کجا مشتق شده، و لذا احتمال میرد که شاید از نامهای عبری باشه که یهودیان منطقه خیبر از جمله این نام این قریه رو به نام فدک نهادن به زبان عبری یهودی خودشون. اما اینا چون در جریان بودن که هفت قلعه خیبر با تمام تحسیناتی که داشتند معذالک تسلیم شدن در نهایت و پیغمبر فتح کرده از همه اینجا رو غالب بر اینجا شده، حالا پیغمبر و مسلمانان بگیم، ولذاست که بنای بر مقاومت رو نذاشتن، بنای به عکسش رو گذاشتن، بنای اظهار تسلیم رو کردن و بالاخره منتهی شد به اینکه قریه خیبر به رسول خدا واگذار شد، به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله واگذار شد. و آیه قرآن هم اشاره به اینجا دارد که و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء من عباده. اون چه که از اهل قریه ها، منظور در نهایت هفت قریه خیبر قریه فدک هست، اون چه که خدا از این قریه ها به پیغمبر رسانده است، شما مسلمانان بر اونها خیل و رکابی، خیل یعنی اسب سواری، البته اینجا منظور اسب سواریه، و رکابم به معنای حیوان وسیله مرکوب که البته وسیله مرکوب معمول اون ایام و مخصوصا در مسافرت ها شتر بوده و مخصوصا در میان عرب ها، ولی در واقع آیه میخواد فرمود که نه اسب سواری داشتید و نه حتی شتر سواری به سوی اونها، ولی خداوند شما را بر اونها مسلط کرد. البته اینجا منظور مسلط شدن به رعب است، به تعبیری که در بعضی از آیات روایات آمده است، یعنی خوف و هیبت و شوکت مسلمانان اونها را گرفت بعد از اینکه تمام هفت قلعه خیبر رو که
هم یهودیا تبلیغ به مقدار زیادی ازش کرده بودند، از این قلعه های یا قلعه های هفتگانه و استحکام و مقاومتش، و هم این در میان مردم، اعم از مردم مدینه، انصار و غیر اونها، در میان عربا به طور کلی این استحکام این قلیه ها، حالا بگید یه مقدارش هم در اثر تبلیغات یهودیان به قدری قوی بود که وقتی که صحبت بیرون رفتن مسلمانان به سوی این قریه ها و قلعه های خیبر شد، خیلی از حالا کسانی که حالا یا منافق بودن یا ضعیف الایمان بودن یا بالاخره مؤمن نبودن، اینها بنا کردن، شایع سازی کردن که اولا که انهو مثلا پیغمبر مسلمان ها و مسلمان ها به دنبال پیغمبر، این قلعه های هفتگانه، قریه های هفتگانه خیبر یهودیان را بر دیگر جنگ های پیشینشون دارن قیاس میکنن، یعنی قیاس میکنن به جنگ های با دیگر عرب ها، نه عرب های یهودی. اینجا البته اینها اصالتا عبری فلسطینی بودن، عبری اسرائیلی بودن، اما بالاخره زاد و ولدشون در اونجا شده بود و اینها عرب بار آمده بودن، زبانشون به حسب ظاهر عربی بود مگر زبان دینیشون که زبان عبری بود. بالاخره می گفتن که این قیاس، قیاس مع الفارقه، یعنی بیجاست، و اون جنگ های قبلی با دیگر عرب ها کجا و این جنگ های با این قلعه های مستحکم خیبریان یهودی یا یهودیان خیبری، و اینها قطعا از پیش نخواهند برد و اگر کشته و تارمار نشن لااقل به نتیجه ای نخواهند رسید و بی نتیجه دست از پا دراستر برخواهند گشت، و تبلیغات از این قبیل زیاد در میانشون بود و که انه مایوس بودن از اینکه اینها سالم و غانم به وطن خودشون به مدینه منوره برگردن، و اتفاقا همینطور شد. و لذاست که اهل فدک وقتی که این وضعیت رو دیدن گفتن که دیگه سالی که خوش است از بهارش پیداست و مشنمونی خروار است، و اینی که امیدی نبود یا خیلی ها امید نداشتن و دل مطمئن بودیم به این که قلعه های خیبر رو در مقابل قلعه های خیبر در مقابل مسلمانان مقاومت خواهند کرد و می توانند این مقاومت را بکنند در حدی که مسلمانان مأیوس بشن و برگردن، و دیدیم که همه این قلعه ها فتح شد و مخصوصا قلعه مرکزی مستحکم قموس، که اصلا قموس به معنای مثل پیرهنه، یعنی از استحکام فرض می کردن که یه پیراهنی را کسی بتن کرده باشه، و لذاست که تسلیم شدند و بنا شد که اینها در همون قریه از طرف پیغمبر بمانند و در واقع به همون وضع کشاورزی خودشون ادامه بدن و محاصیلش به حکم پیغمبر تقسیم بشه. حالا یه قسمتش به عنوان حق و زحمه کارگری اونها و بقیهش هم به حسب دستور پیغمبر به هر کسی که پیغمبر به او واگذار بکنند یا بخشی از آن را به او واگذار بکنند انجام بگیرد. اینو تمام مسلمان ها بدون خلاف نوشتن تا اینجاش رو، و دیگه تاریخ مشخص معینی غیر از این که بعد از تمام شدن جنگ های خیبر این قضیه واقع شده، تاریخ مشخصی نداریم. یعنی قاعدت میشد یه چیزی حدود ماه ربیع الاول انجام گرفته باشه، یا حالا نهایتش اگر یه مقداری طول کشیده باشه رسیده باشه تا انتهای ماه ربیع الاول در ماه ربیع الثانی، و بالاخره پیغمبر اکرم به مدینه برگشتند. و این دو تا آیه‌ای که اشاره کردید در دو سوره مکی همونطور که خودتون اشاره کردین، و این یکی از اشکالات بزرگ امثال ابن تیمیه و شاگردش ابن عبدالحلیم ابن قیم جوزیه و همچنین دیگر کسانی که سالکین مسالک این ابن تیمیه هستن، یعنی وهابی ها، یعنی میرسد نوبت به محمد ابن عبدالوهاب و وهابی هایی که در پیش خودشون اصطلاح آل الشیخ گرفتن. هر جا دیدید اسم شخصی مصحوبه، یعنی مختومه
به جمله آل الشیخه که اصلا از اون اولی که بین محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود توافقی واقع شد که محمد ابن عبدالوهاب امام دعوتشون باشد و محمد ابن سعود هم امام الحربشون باشد، امام السیفشون باشد، و این یکی از تقسیم بندی های رسمی یا تفکیک های رسمی بین سیاست و دین هست که دینش به سرکردگی محمد ابن عبدالوهاب و خلفا و جانشینان او باشه و سیاستش با محمد ابن سعود باشه که بعدش عبدالعزیز ابن سعود است و بعدش دیگران. بالاخره این تقسیم بندی همچنان در میان اینها ادامه داره و به این بله اوصیا و جانشینان محمد ابن عبدالوهاب تعبیر آل الشیخ میکنن. منظورش من از شیخ خودمون شیخ محمد ابن عبدالوهابه و آلش یعنی کسانی که حالا یا از نسلش هستن یا بالاخره خلافت و جانشینی شیخ عبدالوهاب به اینها، محمد ابن عبدالوهاب به اینها منتقل شده باشه. عرضم این است که اینا این اشکال را به عنوان بزرگترین اشکال بر مرویات شیعه میگیرن و مثلا اینا نشانه کم توجهیشون به قرآن یا کم توجهیشون به علوم قرآن و تفسیر قرآن است که خبر ندارن که قرآن مکی و مدنی داره و سورش بعضیاش مکیه بعضیاش مدنیه. 80 سوره قرآن مکی است قبل از هجرت و بعدش هم تا 114 سوره در مدینه نازل شده است و اگر برای خیبر چیزی نازل شده باشه قاعدتا باید مدنی باشه، ربطی به مکه نداره. یعنی چه اشکالاتی رو گرفتن، در صورتی که کل این اشکالات به یک کلمه حل میشد که مرحوم شیخ تبریزی در کتاب اعلام الورایش از امام باقر علیه السلام به صورت روایت نقل کرده که جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شد و این آیه را تلاوت کرد. عبارت اینه فقرأ علیه الآیه، نه اینکه آیه بر حضرت به این مناسبت نازل شده باشه، جبرئیل نازل شده و اون آیه حالا یا آیه فآتذ القربا یا آیه وآتذ القربا رو هر کدام از اینها رو جبرئیل تلاوت کرد بر پیغمبر، در واقع یعنی تطبیق کرد جبرئیل به فرمان پروردگار، تطبیق کرد این دو تا آیه را یا حالا یکی از این دو آیه را بر این مورد که عمل به این آیه را الان در این مورد پیغمبر اکرم انجام بدهد. ولی زاد در تتمی روایت دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله از جبرئیل پرسید که من ذو القربا و من حق، اون ذو القربایی که اینجا منظور هست کیست و اون حقی که در آیه اشاره میشد و اینجا تطبیق میشد که حق را به ذوالقربا تحویل بدم اون حق چیست؟ و جبرئیل عرض کرد ذوالقربا، یعنی از طرف پروردگار عرض کرد که اون ذوالقربا فاطمه است و اون حق فدک، فدک را به حضرت زهرا علیه السلام تحویل بده. آته اتیان کن، دیگه در این اتیان کن یعنی واگذار کن، در این نمونده است چه واگذاری، واگذاری هدیه یا حبوه، حبوه به معنای هدیه است و فقط اشاره دارد به هدیه از روی محبت یا خالص محبت، محبت خالص، و لا چندان تفاوتی از نظر حکم بین حبوه و هدیه نیست. برگردیم که ظاهرا در مقابل، البته در بعضی از روایات خود این متن آمده که در مقابل اون چه که از حضرت خدیجه مادر حضرت زهرا علیه السلام در راه اسلام مصرف شده، تمام ثروتش رو هرچه داراییش را در اختیار پیغمبر گذاشت و در راه اسلام مصرف شد، ولی زاد بنابراین از اموالش از داراییش چیزی برای فرزندانش و به خصوص این فرزند آخرش که حضرت فاطمه علیه السلام باشه، فرزند آخرش در تولد و الا در بله البته در وفات رقیه اول و بعد ام کلثوم و بعد زینب اینا قبل از حضرت زهرا وفات یافتن. بله بنابراین حضرت زهرا هم آخرین در تولد است هم آخرین در وفات و بالاخره چیزی از دارایی مادرشون
برای اینها به طور کلی و به خصوص الان در این مورد برای حضرت زهرا علیه السلام نمونده. بنابراین بجاش از قبیل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این فدک رو که مال خالص جات پیغمبر اکرمی که اصلا اصطلاح خالص جات که الان در فارسی هم به کار برده میشه، البته در فارسی نسبتا قدیم، یعنی تا زمان فرض کنی حدود 50 سال پیش، در زمان پهلوی هم خیلی از املاکی که پهلوی حالا به هر صورتی تملک میکرده، تسلط پیدا میکرده، غصب میکرده، اینا را اسمشو خالص جات سلطنتی گذاشته بودن که خالص است برای اعلی زردک یا اعلی حضرت اون وقت. برگردیم که چون آیه تعبیر میکند که خالصت لک من دون المؤمنین، لذا خالص جات از اونجا از این لفظ گرفته شده. چرا که چون چیزی که دیگر مسلمانان شریک در به دست آوردن اون باشن، یعنی غنایم جنگی باشد که مسلمانان حالا ولو بگیم به حسب ظاهر در راه تحصیلش جنگ کردن، کوششی کردن، تلاشی کردن، خیلی خوب اینها شریکن در اون غنیمت ها، اما چیزی را که مسلمانان درش سهم تلاش و کوشش و جهادی، جهدی، بذل جهدی، جهد به همون معنای کوششه، نداشتن، دیگه استحقاق غنیمت، اصلا عنوان غنیمت اینجا تطبیق نمی کنه، صدق نمی کنه، و به جایش عنوان خالص جات صدق می کنه که اینها چون به شخص شما واگذار کردن، خودشون تسلیم شدن واگذار کردن، بنابراین این همون میشد که ما اوجبتم علیه بخیل ولا رکام ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء. ولذا پیغمبر اکرم، البته اینجا چون یک تصرف داخلی بود، یعنی داخل خانواده، خانوادگی بود، لذا پیغمبر حالا البته مأمور نشدن، یعنی نقلی از مأموریتی در کار نیست و خودشون هم مثلا چندان لازم ندیدن که فرض کنید حالا این مسئله رو در میان مسلمانان اعلان کنن، بگن و مثلا فرض کنید ببرن مسجد در میان مسلمانان اعلان کنن که من یعنی چه مأموریتی پیدا کردم و این مأموریت رو انجام دادم، الان مثلا فدک رو به حضرت زهرا واگذار کردم. اما وکلای حضرت زهرا از طرف، یعنی مدتی که باز اونم مدت نامعلومی است، دست پیغمبر بود که بعد این فرمان رسید و پیغمبر انجام داد. در اون مدت قبل خود همون مزارعین یهودی فدک، خب نقل نداریم که احدی از آنها مسلمان شده باشن، یعنی چون خیلی یهودیان مدینه، مخصوصا منطقه خیبر و قبلشون هم بنی قریظه، اینا خیلی متعصب در مالا به نظر خودشون دین و مذهب خودشون بودن و به هیچ وجه به این زودی رفع ید از دین و مذهبشون نمی کردن، و لذا نقل نشده که احدی از اهل فدکی که اموالشون رو تحویل دادن، تسلیم شدن و تسلیم احکام پیغمبر شدن، زیر حکم پیغمبر رفتن، اما نه حکم به ورود به اسلام، دخول در اسلام، احدی نقل نکرده است که حتی یک نفر از اونها مثلا مسلمان شده باشه، و لذا پیغمبر چندان لازم ندیدن که بخوان این مسئله رو به میان مسلمان ها، به میان مسجدشون بکشن. تا مدتی کارگران خود مزرعه داره میکردن، ذکر نشده در روایتی که پیغمبر اکرم وکلایش را فرستاده باشه به اونجا مگر برای سر سال، یعنی ایام تحصیل محصولات فدک فرستادن برای تقسیم بندی. این بله، این در تاریخ هست، در سیره ابن هشام هست، در قبل سیره ابن اسحاق بوده و همچنین منابع تاریخی سیره نبوی دیگر، اما دقیقاً وکلای حضرت زهرا را دارد. از وقتی که پیغمبر به حضرت واگذار کردن، حضرت وکلای خودشون که خط سده میشه، ظاهراً مظنه است، اینجا دیگه شماره دقیق نیست، که البته اسم یک شخصی آورده میشه به عنوان سرگروه وکالت، سرگروه وکیلان حضرت زهرا در اونجا، یا بگین مستوفیان به تعبیری، اما عددشون یه چیزی ظاهراً هم در حد مظنه است که در حدود 10 نفر بودن اونجا، چون اینا جنبه کارگری کمتر داشتن، بیشتر جنبه نظارتی داشتن،
ولذاست که چندان لزوم و ضرورتی برای بیشتر از 10 نفر نبوده. و اینی که شما تعبیر میکردید و خیلی ها تعبیر میکنن، هی میگن باغ فدک، یه مقداری مسامحه در تعبیره و الا همون قریه فدک بهتر صدق میکنه. البته اینجا باز قلعه فدک گفته نمیشه، چون مثل اون 7 قلعه قریه های خیبر جنبه نظامی نداشته و شایدم سبب اصلی، علت اصلی این که اینا مقاومتی نکردند و تسلیم شدن همین باشه، چون اصلا پیشبینی مقاومت جنگی دفاعی برای این قریه نشده بوده از طرف خود یهودیان و مقاومت نشد به هم جهت. حالا بالاخره پس پیغمبر اکرم مأموریت به مصداق 2 آیه 2 سوره مکی اسراء و سوره دومش احقاف باشه، الان دقیقا یادم نیست، یکی از این 2 سوره یا هر 2 سوره که همطور که شما اشاره کردید، یکیش فآت ذی القربا حقه هست، یکی وآت ذی القربا حقه هست، این تفاوت بین این 2 آیه در این 2 سوره مکی است. خب تا اینجا پس اصل واقع، و حالا عرض کنم که این کار خانوادگی با حضور امیرالمومنین علیه السلام بوده و ام ایمن که بله دایه پیغمبر اکرم بوده، حاضنه پیغمبر اکرم بوده و البته ملک مادرش آمنه بنت وهب بوده که بعد به پیغمبر اکرم رسید و بعد او به غلامش زید بن حارثه کلبی واگذار کرد، یعنی واگذار که ازدواج تعبیر شده، حالا شاید قبلا پیغمبر اکرم او را آزاد کرده و بعد او را به تزویج زید بن حارثه در آورده. یعنی فرض کنید مثل بعضی از ازدواج های پیغمبر، مثلا صفیه بنت حیی بن اخطب یهودی را اول امتلاک کردن اما بعد آزاد کردن او را مهر او قرار دادن، به منزله مهر و صداق او قرار دادن و بنابراین با او ازدواج کردن، اما به این صورت ازدواج بعد از آزاد کردن که آزاد کردن او، آزاد گذاردن او و واگذاری آزادی او در مقابل صداق او بوده. یه همچین تعبیری جا داشت، یعنی اگر درباره ام ایمن هم وارد میشد، اما وارد نشده است، کسی چیزی نقل نکرده، همین اندازه وارد شده است که به تزویج حارثه کلبی پیغمبر در آورد او را و اسامه بن زید معروفی که صاحب جیش اسامه است، او فرزند همین زید بن حارثه، پدرش زید بن حارثه است، مادرش همین ام ایمنه که قبلا اشاره کردیم که در اخبار احتضار پیغمبر اکرم ام ایمن از جمله فرستاد برای همین اسامه فرزندش که مثلا بیرون نرد، حالا صبر بکند ببیند که پیغمبر به کجا منتهی میشد و اینها. البته گفتیم که نقل نشد است که از روی سوء، بعید است که از روی سوء نیت باشد، چون مخصوصا ام ایمن رو پیغمبر اکرم هم دربارش فرموده است، اینو باز شیعه و سنی نقل کردن که شهادتش رو برای واگذاری فدک هم در حضور ابی بکر ادای شهادت نکرد مگر بعد از اینکه قول گرفت که مگر شما از پیغمبر درباره من نشنیده اید که پیغمبر درباره من شهادت میداد که من از اهل بهشتم، ام ایمن من اهل الجنه، و اونها اعتراف کردن و بعد شهادتش رو داد که من حاضر و ناظر بودم و دیدم پیغمبر اکرم اولا از جبرئیل نقل کرد که بر من نازل شده است و به من دستور داده است که اینو به حضرت زهرا واگذار کنم و واگذاریش رو من حاضر بودم و دیدم، شاهد بودم، اما متاسفانه البته حسنین علیهم السلام هم حاضر بودن، اما خب متاسفانه حالا بگیم در اون شبه دادگاهی که برای این امر تشکیل شده بود، علی علیه السلام را به بهانه اینکه چون یجر النار الی قرصه، یعنی کسی است که زینفع در این جریان، یعنی این ملک رو به ملکیت همسرش وقتی که شهادت میداد به ملکیت همسرش میخواد تثبیت کند، این در واقع همسر اوست و بیت واحدی هست، تو جیب واحدی میرد و در اختیار علی علیه السلام قرار میگیرد و
شهادت ام ایمن رم باز با اینکه اعتراف کردند که پیغمبر درباره او شهادت به بهشتی بودن داده است، مع ذلك جرأت کردند و گفتند که اصلا این چیزی سرش نمیشه، این چون امرأتون اعجمیتون لا تفصح، یعنی این حرف عربی فصیح رو نمیتونه درست بفهمه چون زن عجمی است. عجم یعنی غیر عرب، یعنی چون حبشی بوده، اصالتا از اهل حبشه بوده، یعنی آفریقایی بوده، بنابراین چی سرش میشد، مثلا چیز درستی سرش نشده است، یه همچین حرفی با یه همچین جرأتی. و شهادت حسنین رم به همین بهانه، این که اینا هنوز بالغ نیستند، این همون بهانه ای که در اصل اسلام پدرشون امیرالمومنین علیه السلام میگیرن که نه خیر، ما علی رو اولین مسلمان حساب نمی کنیم چون ابوبکر مرد عاقل بالغ رشیدی بوده است، اما علی علیه السلام نابالغ بوده، یعنی حدود 10-12 ساله مثلا نقل میشد در وقت ظهور اسلام، بعثت پیغمبر اکرم به اسلام بوده و بنابراین پس اسلام علی هم شمرده نمیشه. حالا اینجا هم شهادت حسنین شمرده نمیشه، چرا؟ چون که نابالغن، در صورتی که همون حرفی که نسبت به اسلام علی علیه السلام زده میشد که پیغمبر این اسلام رو پذیرفت یا نه پذیرفت، و در این کسی تشکیکی نداره، و بنابراین پذیرفتن پیغمبر رو شما نمیتونید به بالغ بودن و بالغ نبودن به تشکیک در بلوغ رد کنید، به هر دلیلی پیغمبر اکرم پذیرفته است، و بنابراین شما نمیتونید بله اجتهاد در مقابل نص کنید. نص پیغمبر، نص یعنی متن، متن ظاهر، متن صریح روشن آشکار بدون شک و تردید در دلالت عبارت. حالا برگردیم، بالاخره این شهادت هایی بود که مردود شد، اما شهادت دیگری در این زمینه نقل نشده و جهتش هم این است که پیغمبر اکرم صلاح یعنی یا لزومی ضرورتی در این نمی دیدن که حتما این رو به میان مردم بکشن، اعلان کنن، عنوان کنن. و البته اینجاها یادمون نرد که دین خدا به طور کلی در طول تاریخ بنا نبوده است یه چیز واضح و آشکار و روشن و دو تا چارتایی باشد که احدی راه اختیار نداشته باشه، راه اختیار بر مردم مثلا بسته بشه، ناچار بشن، وادار بشن، منحصر بشن راهشون به اینکه حق رو قبول بکنن، اسلام رو قبول بکنن. خدا بنا داشته است اسلام، دینش یعنی در طول تاریخ به اختیار مردم پذیرفته بشد، و اختیار یه لوازمی دارد و از جمله لوازمش این است که بله همونطوری که اون شاعر عرب میگه دنیا و شیطانی و عذری و الهوا کیف الخلاص و هذه اعدایی، هم تمایلات نفسانی در کار هست، هم شیطان در کار هست، و هم زینت جهان دنیا در یعنی جهانی که نزدیکتر از آخرت است، آخرت پسین است، در صورتی که دنیا نزدیکتر در دست ماست، دنیا از دنو به معنای نزدیکی است، نه از دناعت بعضیا به اون نح معنا میکنن، اون اشتباه است، یعنی چون این اسم عجیب است که چه غفلت هایی میشد، چون این اسم در میان عرب ها قبل از ادیان یا قبل از بگیم اسلام به خصوص بوده است، نه اینکه اسلام این اصطلاح دنیا و آخرت را آورده باشه. کلمه دنیا، اطلاق کلمه دنیا بر دنیا از قبل از لغات عرب، از کلمات عربی است، و بنابراین در اونجا کسانی که اصلا دین درستی ندارن، که ایمانی درست داشته باشن، که تقسیم بندی دنیا و آخرتی داشته باشن، دیگه دنیاشون در مقابل آخرت نیست، دنیاشون رو باید دید در خود لغت عرب به چه معنا گرفته شده، و مسلماً به معنای دنوه، به معنای نزدیکیه، چیز یعنی نقدی. آدم عاقل مثلا حالا از عمر سعد نقد میکنن که گفته است آدم عاقل نقد رو به نسیه نمیفروشه، دنیا نقده و هر چی غیر دنیا باشه نقدی نیست دیگه، نسیه است مثلا. حالا هرچی شاهدم اینجا این که بنا نبوده است دین دو تا چارتای بی راه باشد، راه بنا بوده، راه باز و جاده دراز بنا بوده، راه باز باشد در مقابل کسانی که بخوان تشکیک بکنن و زیر بار دین نرن. این تو مأخوذ مقهور نشه،
راه باز. ولذاست که بعضی از قسمت های دین به این نحوه، مثلا چرا فرض کنید پیغمبر اکرم هی گفته میشد چرا پیغمبر اکرم در همون مکه اعلان یوم غدیر رو نکردن، چرا گذاشتن برای روز غدیر، یعنی در اواخر فرض کنید رو نیمه راه فرض کنید مکه مدینه بخوان ابلاغ بکنن، بعد از اینکه عده زیادی از حاجی ها مال جاهای دیگه بودن جدا شدن، به طوری که در روایاتمون 10,000 و 5,000 هم رسیده از کسانی که در روز غدیر حاضر بودن. اینا جوابش همین است که اینو هیچ وقت در مسائل دینی نباید از ذهنمون کنار بگذاریم، غائب کنیم، که اظهار توقع نکنیم به اینکه دین حتما از سوی پروردگار مثلا خود قرآن کریم مگر نمیگن اینکه یکی دوتا دلائل ندارد، که این یکی از دلائل واضحش در خود متن قرآن کریم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اما و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. خداست که قرآن را کتاب را بر تو نازل کرد، آیاتی دارد که البته آیات محکمه، یعنی آب مالا به تعبیر فارسی عرفی خودمون آب لا درزش نمیره، مول لا درزش نمیره، یک معنا بیشتر ندارد، تحمل معانی متعدد ندارد، معانی متشابه ندارد که یکی شبیه دیگری باشه، هم بشد گفت که این معنا را دارد، هم بشد گفت مثلا به تعبیر دیگری دو پهلو یا سه پهلو باشد این، اما همه آیات اونطور نیست. منه آیات محکمات و اخر متشابهات، آیات دیگری از قرآن هست که خود قرآن ازشون تعبیر میکنه به متشابه، متشابه یعنی شباهت دار، یعنی این معنا شباهت به اون معنا، نه اون معنا 100% دو هم احتمال این میرود هم احتمال اون میرود. بر نیست اینجا یه لطیفه ای رو نقل کنیم که خدا بیامرز مرحوم مدرس افغانی رو، میگفت که در نجف اشرف در بزرگترین مسجدی که جای بحث آقایون بود، مسجدی بود که یه تاجر شیعه هندی در نجف اشرف ساخته بود، ولذا معروف بود مسجد هندی، نه اینکه هندی وصف مسجد باشه، نه وصفی نیست و اضافیه، مسجد اون آقای هندی، اون تاجر هندی. اونجا پر بحث بود، مثلا یه هنچی وقتی که آدم وارد مسجد می شد، از بس که بحث تو این مسجد بود با صداهای بلند غلغله پیچیده بود. اون وقت می گفت یه آقایی مشغول درس لمعه بود، کتاب جهاد لمعه را داشت درس می داد و البته ظاهرن از هم همشهریاشون افغانی ها بودن. بالاخره این رسیده بود به یه عبارتی که معلوم شد نرسیده بود از قبل از درس مطالعه درس رو، درس رو مطالعه بکنه، یه مطالعه پیشینی داشته باشه، ولذا دفعتا برخورد کرده بود به این عبارت ولا یجوز و ایوا و عین المشرکین. عین در عربی 60 معنا داره، یه معناش جاسوسه، جاسوس به اعتبار اینکه عمدتا با چشمش کار میکنه، دنبال مسائل میکنه، لذا عربا ازش تعبیر به عین کردن، یعنی جاسوس. اون وقت در کتاب جهاد لمعه میگه که جائز نیست که ایوا یعنی جا دادن، پناه دادن در غیر در غیر حال جنگ مانعی ندارد، بلکه خوب است یه مسلمانی کافری که اظهار تمایل به فهمیدن اسلام و قرآن میکنه راه بدهد، پناه بدهد. البته در این باره یک آیه خاصی خطاب به خود پیغمبر آمده، اما در سنت پیغمبر قطعی است که این خاص به پیغمبر نیست، از خصائص پیغمبر نیست. و این احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، اگر احدی از مشرکین از شما جوار خواست، یعنی پناه دادن خواست، اجره و پناهش بده به چه غرضی؟ حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا را، قرآن را، یا کلام خدایی که پیغمبر نقل میکنه، چون وحی پیغمبر که منحصر به وحی قرآن نبوده، وحی بر پیغمبر دو جور بوده، وحی قرآنی و غیر قرآنی، و خیلی از کلمات دیگری که پیغمبر نقل می‌کرده وحی الهی بوده اما قرآنی نبوده. وحی الهی غیر قرآنی مثل حدیث قدسی، ازش اصطلاحاً تعبیر می‌کنن به حدیث قدسی. قدس یعنی طهارت و پاکیزگی و اینجا کنایه از پروردگار، حدیث قدسی یعنی حدیث پروردگار، سخن پروردگار، با فرق اینکه قرآن وحی به الفاظشه اما حدیث قدسی وحی به معنای بدون الفاظشه، الفاظش دیگه از پیغمبر اکرمه. برگردیم که
ایوا به معنای جا دادن بود، ولی این بنده خدا یادش رفته بود، یه مقداری مکس و تأملی کرد و گفت فهمیدم در میدان جهاد کافر کشتمونی انگشت در چشمش نکن که ایوای کنه. این عین رو به همون معنای چشم گرفته بود و انگشت، بله، لا یجوز ایوا و عین المشرکین، ایوا را به معنای ایوای گرفته بود بنده خدا. معنا وقت آقای مدرس افغانی اون وقت البته جوان بوده، گفت که من خودم از پشت ستون‌های خیلی پهنی داشت مسجد هندی، از پشت ستون خودم رو نزدیک کردم به ایشون، گفتم آقا ممکن نیست ایوا به معنای جا دادن باشه، پناه دادن باشه، عین به معنای جاسوس. میگه تا گفتم خب طلبه بود، خونده بود، یادش آمد، گفت ها هم آن میشود هم این میشود. حالا اینجا هم نخله بس. حالا ایشون این مثال میمورد برای انصاف طلبه که اگرم انصافش میگیره، میگه خیلی خوب اینجا دو وجه هست. حالا اونجا در شاهد اصلیمون یادمون نره آیه قرآنه که قرآن میگه که بعضی از آیات من آیات چند پهلوه، هم اون میشود هم این میشود. خب اینجا جای سوال دارد، اگر بنا نبود، اگر حالا به عکسش بگیم، اگر بنا بود که دین خدا همه جا، در رأس دین خدا، در رأس اسلام، خود قرآن، قرآن اولین نشانه و علامت و رکن و پایه اسلام و ایمانه، و بنابراین اگر چیزی بنا بود، بنای خدا بر این بود که واضح 100% بشن، قرآنش را دو قسمت تعبیر نمی کرد که آیات محکمات و اخرى متشابهات. پس همه مردم اینو داشته باشن، همه مسلمان ها اینو داشته باشن که یه همچین توقعی از ادیان الهی نباید داشت. خدا اون چی که خواسته است، اون چی که مشیت الهی تعلق گرفته است، حکمت الهی، حالا وجهش چیه، حکمتش چیه، اینو باید دیگه رفت تو آخرت، وقتی که پرده ها از جلوی چشمامون، پرده های مادی دنیا از جلوی چشمامون کنار رفت، همونطور که قرآن از به پیغمبر خطاب میکنه که فاذا جاءت سکره الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحید یا منه تحید وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سکرات مرگ که آمد، چیزی است که حتی توی پیغمبر ازش نجات یعنی راه نجاتی نداری، یعنی حتی تو هم مبتلای به سکرات مرگ میشوی. و خصوصیت سکرات مرگ این که پرده ها و کشفنا عنک غطاءک، اون غطا، غطا یعنی پرده پوشیده، اون پرده پوشیده را از، پس معلوم شد حتی پیغمبر اکرم هم این توقعی که دو، مثلا خیلی ها تصورشون این است که چیزی بر پیغمبر اکرم دیگه پوشیده نیست، همه ماوراء غیب بر پیغمبر مکشوفه. خود این آیه صریحا میگه نه اینطوری نیست، یعنی یه چیزایی از خود شما هم مکشوف مستوره و بعد از سکرات موت مکشوف میشه، و اون وقت هست فبصر و کل یوم حدید، چشمت در اون روز حدید، اینجا نه به معنی آهنه، حدید به معنی حدته، حدت دیدن، یعنی نفوذدار، یعنی از پرده ها نفوذ میکنه، میره پشت پرده ها رو میتونه ببینه. برگردیم که پس اینم یه تذکر و توجه کلی که مثلا فرض کنید جای سوال میشد که چرا پیغمبر اکرم اینطور بکند که بعد اینطوری بشه، چرا فقط شاهدش علی و حسنین، یعنی انقدر خانوادگی باشه که غیر خانواده فقط ام ایمن برده اونها فقط حاضر و ناظر باشه و بقیه. جواب عرض کردم که ده وکیل حضرت زهرا، حالا ده تا نگی، پنج تا بگید، بالاخره وکلا، تعبیر وکلا شده، وکلای حضرت زهرا رفته بودن اونجا رو تحویل گرفته بودن، تصرف داشتن درش، ولی زاد در گرفتن فدک تعبیر دارند. وقتی که ابوبکر، حالا ممکنه متنش هم بخونیم ان شاء الله، یه مقداری از متنش رو بخونیم، که وقتی که ابوبکر فرستاد وکلای حضرت زهرا را از اونجا بیرون کردن، یعنی وکلا را عوض کردن، وکیلان از زهرا را، انگار که مثل بعضی ها که بعضی از کابینه ها که وقتی که سر کار میان دیگه هر کسی سر کار باشه حتما باید عوض بشه و از باند جدید قرار بگیره. خلیفه اول ابوبکر هم همین کارو کرد. البته کسی که اصل مسئله گرفتن فدک رو مطرح کرده بنابر شواهد تاریخی که قرائن تاریخی هم مؤیدش هست، خلیفه اول نبوده، خلیفه دوم عمر بوده که به ابوبکر گفت که
الان ما محتاج به بیت المالیم که نداریم. پیغمبر اکرم فوت کرده و هر چی بوده پیغمبر در وقت خودش تقسیم کرده و تمام شده رفته و الان هیچ سرمایه‌ای در دستمون نیست که در مقابل مخصوصا این جنگ‌های مرتدین، کسانی که از اسلام برگشته بودن، حالا یا تابع مسیلمه کذاب شده بودن یا تابع قلیحه بن خویلد اسدی شدن یا تابع در یمن تابع اسود انسی شدن یا در مرز حجاز به طرف عراق تابع اون زن به نام سجاح تغلبیه شدن و امثال اینا، بالاخره اینا الان میان به سراغ ما، به سراغ مرکز، به سراغ مدینه و بنابراین ما باید یه چیزی دستمون باشه که بتونیم یه لشکری رو تجهیز کنیم را بندازیم و اگر فدک دست علی بموند، علی علیه السلام میتوند این کار رو بکند. من میگم علیه السلام و الا خلیفه دوم نگفت است علیه السلام و علی این کار رو میکند و مردم بردگان دنیا هستن. وقتی که ببینن دنیاشون دست ما نیست، دنیاشون دست کسی هست مثلا دست علی علیه السلامه، خب میرن اون طرف و لذا ما ناچاریم این فدک رو از دست این آقایون در بیاریم و لذاست که ابو بکرم پذیرفت این نظر رو، این مشور در مشورتی رو و عمل کرد و لزوم وکلای خودش رو به جای وکلای حضرت زهرا فرستاد، یعنی که انمو اطمینانی به وکلای حضرت زهرا هم نداشته که نکند اینا به نفع ابوبکر عمل نکنن، به نفع ادامه بدن، به نفع علی و حضرت زهرا بخوان عمل بکنن. خب تا اینجا هم که این بحث هم کیفیت غصب هم که ظاهرا به طور زمینی گفته شد، نه؟ خیلی متشکر استاد، استفاده میکنیم. حالا تو وارد همون احتمالا 10 روز اگر بوده باشه، یعنی دوشنبه وفات پیغمبر بوده و تنها تاریخی که برای وقت به فدک ذکر شده همون 10 روز بعد از رحلت پیغمبر اکرمه، که اگر رحلت پیغمبر اکرم حالا آخر سفر بوده یا اول ربیع الاول بوده، حدود دهم ربیع الاول یا دهم دوازدهم ربیع الاول وکلای قلعه فدک یا قریه فدک تبدیل شدند و غصب شروع شد. احتمالا مثلا روزی که مثلا اگه پنجشنبه هفته بعد از اون دوشنبه مثلا غصب شده باشه، احتمالا فرداش تا نماز جمعه بوده باشه، حتی زهرا با عده‌ای از زنان بنی هاشم میرن به مسجد و اونجا قبل از سخنرانی ابوبکر چیز بود که اونجا خطبه مشهورشون رو کردن. اگه خطبه بله در حالا نه تعیین روز جمعه نشده، اما اجمالا یه چیزی نزدیک به همین تاریخ غصب باید باشه. یعنی فرض کنید یه چند روزی بعد از اینکه وکلای حضرت رو بیرون کردن، حالا به تعبیر خودمون بگیم دست از پا دراستر، دست خالی از قریه فدک به در راه خیبر برگشتن به مدینه و به مدینه رسیدن و طبعا خبر رو رسوندن، اون وقت حالا فرض کنید با فاصله یه روز دو روز که عده‌ای از حالا تعبیر عربیش داره فی لمتن من حفدتها و نساء قومها، این دو کلمه آمده، حفده یعنی زنان دوستشون و رفقاشون و کسانی که دوبر اونها بودن، حالا تعبیری بگیم اصحابشون، یاورانشون و نساء قومها یعنی بعضی از بنی هاشم، بعضی از زنان بنی هاشم، فرض کنید زنان حمزه سید الشهدا و بعد جعفر ابن ابی طالب و امثال اینها، کسانی که از بنی هاشم شمرده می شده، ایشون رفتن به طرف مسجد و از خود بنابر خبر خطبه، از خود الفاظ خطبه به دست میاد که هم مهاجر و انصار متوجه خبر شده بودن که حضرت زهرا میخواد بیاد مسجد خطبه بخونه و هم بالاخره بی خبر نبودن، خبردار بودن و لذا مسجد آنها در وسعت همون زمانش پر شده بود از مردم و آماده شده بودن که یه پرده ای رو آماده کرده بودن که وقتی که حضرت زهرا با همراهانشون به مسجد وارد میشن این پرده رو بزنن که حضرت به راحتی خودشون بخوان صحبت بکنن، یعنی خیلی در حرج و عسر و حرج نباشن از لحاظ نگاه مردان، چون اکثر مردم یعنی فقط اون زنانی که همراه با حضرت آمده بودن اونها خب زنان بودن، اما دیگران عمدتا مسجد پر از
مردم بوده و لذاست که پرده ای هم کشیده. از پرده کشیدن معلوم میشد که تعبیر عربی خطبش اینه و نیطت دونها ملاعه، ملاعه یعنی پارچه سفید گلوگشاد یعنی وسیع، و ملاعه را نیطت، نیطت یعنی آویزون شد، دو طرف این پرده را به مثلا دو طرف به طرف دیوار مسجد بند کردند و حضرت و زنان پشت اون پرده مشغول خطبه شدن. خب حالا قسمتی از خطبه را بخوانیم؟ بله، تو میخوایم اگه در باره سند و محتوای خطبه از اول سند هم مقداری صحبت بفرمایید. حالا نکته جالب در خطبه که شروع میفرمایید، در پاراگراف یعنی بند اول خطبه از زهرا تمام لالیات یک مت خداوند رو میگم. من میگم که سنت 14 معصوم بود که مت خیلی زیبا و تقدیس و تسبیح خداوند میگفتن. آیا سوال شخصی من، آیا ابوبکر و عمر تمام خطبه‌ای که ازشون مونده آیا تا حد یک صفحه یا دو صفحه میشه تقدیس و حمد الهی در شروع صحبتاشون پیدا کرد اگه همه رو هم بذاریم؟ بله، نه اصلش سنت اسلامی است، یعنی پیغمبر اکرم فرموده است بنابر خبر معتبری که از پیغمبر نقل شده است، کل امر زیبا لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، ابتدای یعنی آغاز به نام خدا به بسم الله الرحمن الرحیم، این یه سنت اسلامی قرآنی است، 114 بار در قرآن تکرار شده، گرچه یه سورهش بسم الله نداره اما به جاش در یه سوره دیگه دو تا بسم الله آمده، سوره نمل، سوره مورچه ها. مورچه ها هی هر دانه رو هر جا ببینن برمیدارن میکشن به خانه خودشون، اینجا هم رفتن مورچه های سوره نمل، سوره خود مورچه ها، یه بسم الله رو از اونجایی که از آیه از سوره افتاده، سوره توبه است که بسم الله نداره، اون بسم الله رو برداشتن این مورچه ها آوردن تو سوره خودشون، سوره نمل. در اول نامه حضرت سلیمان که به بلقیس یمنی، که حالا اشتباها فارسی خیلی وقتا میگن بلقیس، در صورت که اشتباه صحیح ضبطش بلقیس است، بلقیس یمنی نامه حضرت سلیمان دارد و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. پس سوره نمل هم اولش بسم الله هست، هم کمرش وسطش در اول نقل قول نامه حضرت سلیمان. بالاخره در 114 سوره در قرآن، حالا 114 بسم الله در قرآن هست و حالا بگو 113 سورهش برای شروع سوره است، بنابراین این مقدار کافی است برای تأدیب مسلمان ها به ادب قرآنی که اول هر کار مهمی یا حتی سخن مهمی بسم الله را بگن. حالا در کنار بسم الله پیغمبر اکرم اضافه کردن. البته می شود گفت که چون سوره فاتحة الکتاب یعنی آغاز کتاب خدا و واقعا هم همینطوره، اولین سوره، این هم اختلافی درش نیست که اولین سوره تام، سوره کامل نازل بر پیغمبر اکرم سوره فاتحة الکتاب، ولی زاست میش فاتحة الکتاب شده، ولی این اسم تو خالی نیست، نه اینکه صرفا اسمش رو گذاشتن فاتحة الکتاب بدون اینکه فاتحی، یا نه صبر کرده باشن تا قرآن جمع شده باشه، بعد از اینکه قرآن را جمع و تدوین کردن این دفعه بسم فاتحه را اول قرآن گذاشتن، اونطور که الان ما میبینیم اول قرآنه، و چون اول قرآن گذاشتن از اون به بعد اسمش فاتحة الکتاب گذاشتن. نه این اشتباه درست نیست، صحیحش همون است که خود پیغمبر اصلا همون اول اسلام که نماز را خواندن فرمودن جبرئیل به پیغمبر عرض کرد صلی کما اصلی، همونطوری که میبینی من نماز میخونم مثل من نماز بخوان، و پیغمبرم بعد به اون مسلمانان اولیه یعنی علی علیه السلام و حضرت خدیجه و زید بن حارثه فرمود صلو کما رأیتمونی اصلی، مثل این که میبینید من نماز میخونم شما مثل من نماز بخوانید، و اصلا معنای امام همینه. خیلی خوب، پس حالا خود خدا بعد از شروع به بسم الله در اولین سورش حمد خودش را گفته است، بنابراین این دومین تلقین تأدیبی، تلقین ادبی از سوی پروردگار به مسلمانان است، و پیغمبر البته سزاوارترین کسی که ادب خدا را تلقی کند و به مردم برساند اون حضرته، و لذا حضرت دو حدیث در این زمینه دارند، یا سه حدیث بگیم، یکی کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، هر امر مهمی از جمله سخن مهمی که با نام خدا شروع نشود دنبوریده است، ابتر یعنی دنبوریده.
و بعد فرمودن کل امر زیبال لم یبدا بحمد الله فهو ابتر، به اضافه به بسم الله به حمد خدا باید شروع بشود. آداب، این آداب سخن، آداب هر کار و از جمله سخن مهم در اسلام است. البته اینی که میگم مهم در برابر این وضعی که متاسفانه بعد از انقلاب را افتاده، بعضی ها خب جدید الاسلام خیلی آشنای با آداب اسلامی که نیستن، مثلا اسمشون میپرسه که شما خودتون رو معرفی کنید، اون میگه بسم الله الرحمن الرحیم من فلانیم. این جای مهم ذکر بسم الله نیست. بسم الله را شلو ولش نکنید اول هر حرفی بخواید بسم الله بگید. بسم الله را باید گذاشت برای سخن مهم. وقتی سخن مهمی میخواد شروع میشه بسم الله بگو، نه اینکه من اسمم یغنلی بقال است یا حسن توفنگساز است یا ایکس است یا ایگری است، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا بسم الله نمیخواد که. حالا اینا مال ناآشنایی با جزئیات آداب دین است، آداب اسلام. بسم الله که میدونم با اکرومه میگفتن، یه سآله که آیا بوده که چند جمله بخوان حمد الهی رو. حالا من این حدیث رو نمی کنم، چون منش خطبه از اونا رو حدیث سوم پیغمبر، حدیث سوم پیغمبر اکرم، بله حدیث سوم پیغمبر فرموده از کل امر زیبال لم یبدع بالصلاة علی فهو ابتر، هر کار مهمی که بله با نام من شروع نشد، با نام بیافتیم با صلوات بر من شروع نشه، پس سه تا ادب شد. ادب اول بسم الله الرحمن الرحیم، ادب دوم حمد خدا، و ادب سوم صلوات بر پیغمبر. اینی که میبینید پس در یک کلمه یکی از آداب اسلامی این است که هر سخن مهمی اول به نام خدا، بعد به حمد و ثنای بر پروردگار، که این در واقع در روایات زیادی نسبت به خطبه های نمازها و مخصوصا خطبه های نماز جمعه و خطبه های عیدین، نمازهای دو عید فطر و اضحا یعنی قربان، این دقیقا رسیده است که نام خدا و بعدم حمد و ثنای خدا. و لذا این و این آداب، آداب شیعی نیست، آداب اسلامی عام برای تمام مسلمانان است. و لذا اکثر مسلمانان در صحبتشون، یعنی اونایی که جنبه های دینی دارن، برای صحبت های دینیشون مخصوصا همین ادب رو عمل میکنن. و لذا حالا خلفا هم میتون، مخصوصا چون خلفا میخواستن ادعا کنن که در رأس مسلمانان هستن، و لذا اون ادبی که پیغمبر ملتزم بوده اینا هم ملتزم میشونن، ترک نمیکردن. بله در بعضی از موارد خاص دارد که بعضی از افراد به مقاصد خاصی صلوات بر پیغمبر رو مثلا رها کردن، مثلا ما عبدالله ابن زبیر در مکه وقتی که مدعی خلافت شد در خطبه های نماز جمعه صلوات بر پیغمبر رو رها کرد. وقتی بهش گفتن چرا، گفت که ان له اهیلسو، اهل و خانواده بدی دارد. این بدزبانی عبدالله بن زبیر، البته ما داریم نقل قول میکنیم، و خانواده مثلا ناخوشایندی بدی دارد، به طوری که وقتی ما اسم جدشون رو میبریم اینا گردنشون رو فراز میکنن و مثلا غرورشون میگیره، نخوتشون میگیره و امثال اینها. ولذا اونو حالا عجیبه که این حتی از یزید هم نقل نشده، حتی از پدرش معاویه هم نقل نشده که به یه همچین بهانه‌ای صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر رو بخواد رها بکنه. اما تنها کسی که در تاریخ ثبت شده ازش نقل شده همین عبدالله بن زبیره که همچین جرأت و صلافت و وقاحت و پررویی رو نشون داده. بنابراین جواب این که ابو بکر میگفته یا نمیگفته واضح شد که بله اینا نمیتونستن نگن، چون معناش این بود که همونطوری که به عبدالله زبیر اعتراض کردن که چرا صلوات نفرستادی نمیفرستی، بر اینا هم اعتراض میشون. خب میفرمودیم استاد وارد میتونیم خطبه بشن، بخشایی که مد نظرتون رو من در کتابم وقتی که رسیدم به خطبه حضرت زهرا علیه السلام، همینی که شما هم اشاره کردید اول در اسنادش صحبت کردم، خیال نمی کنم جای دیگه جامع‌تر از اون چی که در کتاب من آمده است در اسناد خطبه صحبت شده باشه. به عدد ازواج نبی، یعنی 9 طریق اونجا من تثبیت کردم و معرفی کردم و شبهات و اشکالات اگر چیزی به ذهن کسی برسد اینا را دور کردیم. اما الان اینجا همونجا هم همین کار کردم، یعنی در کتاب خودم جامع ترین نقل
برای خطبه مناسب ترین جامع ترین، یعنی مناسب ترینش همون جامع ترین بود، جامع ترینش اون چیزی است که در حدود قرن چهارم شخصی بله به نام بله طبری، محمد ابن جریر ابن رستم طبری امامی، نه طبری اهل سنت، یعنی دو تا محمد ابن جریر داریم، اتفاقا یه خوردم نزدیک به هم بودن، به این معنا که محمد ابن جریر ابن یزید طبری که همون آمولی است، از آمول شمال ایران مازندران، البته رفته حیات علمیش رو در بغداد گذرونده، صاحب اولین دوره تفسیری 30 جلدی از قرآن کریم، تفسیر دوره‌ای یعنی تمام قرآن، البته به همین نحوه تفسیر ترتیبی، یعنی از اول قرآن بگیرد به آخر قرآن، و همچنین صاحب بزرگترین در اون دوران بزرگترین دوره تاریخی 10 جلدی، بله ظاهرا تاریخ معروف به تاریخ طبری که البته اسم اصلیش، اسم دقیقش، اسمی که خود مؤلف گذاشته، تاریخ الامم و رسل و الملوک، اما اختصارا گفته میشه تاریخ طبری، ولی حدود حالا خیلی روشن نیست، اما حدود کمتر از 1 قرن، بگید حدود 100 سال بعد از او، طبری امامی فوت کرده است. صاحب هم دو تا کتاب، یکی کتاب المسترشد فی الامامه، یکی هم کتاب دلائل الامامه، و دلائل در قدیم به معنی معجزات، چون معجزات دلیل بر حقانیت ادعای شخص است که من با آسمان با خدا ارتباط دارم و به من وحی می شود و از طرف یا خدا به طور مستقیم یعنی پیغمبر است و یا غیر مستقیم یعنی وصی پیغمبر است، جانشین پیغمبر است. اینا دلائل دارن، یعنی معجزات دارن، معجزه یعنی دیگران عاجزن از این که یعنی کاری را انجام بدن، اینا کاری را که دیگران نمیتونن انجام بدن انجام میدن، اما نه مثل سحر و شعبده بازی و شب بازی، شب خیمه بازی یا خیمه شب بازی و جادو و جنبر و امثال اینها باشد، نه، یعنی چون اینا همش راه تعلم دارد، هر کسی میتوند اینا را یاد بگیرد، اما معجزه نه، راه تعلم ندارد دیگه، فقط ارتباط با خداست و خواستن از خداست و انجام دادن از سوی پروردگاره. حالا این آقای طبری امامی در قرن چهارم کتاب دومش به نام دلائل الامامه درباره حضرت زهرا علیه السلام که رسیده، الان اینجا همینا از روی ورقات اوراقی از کتابم، در البته این ترجمه جلد چهارم کتاب موسوعه التاریخ الاسلامی که متاسفانه هنوز یه چاپ عمومی، یه نشر عمومی نشده، عرض میکنم که تیترش اینه، خطبه اول، یعنی چون دو خطبه از حضرت زهرا علیه السلام انطور که آشنایید نقل میشد، یه خطبه عمومی در مسجد و یه خطبه خصوصی در زنان، حالا تعبیر میشد زنان مهاجر و انصار رفتن به دیدن ایشون، که من دلیلی برای تصحیح کلمه مهاجرین نمی بینم، یا به عکس بگم لازمه به تصحیحش می بینم، که مهاجر چندان نه خود مردانشون نه زنانشون چندان نقل نشده است که اظهار عاطفه به اهل بیت پیغمبر، یعنی اینا مکی هن دیگه، از مکه آمدن، کسانی هن که بیش از 10 سال در مقابل پیغمبر اسلام در خود مکه مقاومت کردن و بعدم 10 سال دیگه روش بذار تا فتح مکه، یعنی 20 سال در مقابل اسلام مقاومت کردن، ولی لذاست که چندان امیدی نیست که اونها آمده باشن به دیدن حضرت زهرا. بله انصار چرا طرفدار اهل بیت علیهم السلام بودن، ولی لذا زنان انصار عمدتا آمدن به دیدن و عیادت حضرت زهرا، و حضرت زهرا علیه السلام فرصت رو مغتنم شمردن و یه خطبه ای که البته به اندازه نصف که چه عرض کنم، ربع اون خطبه عمومی مسجد شاید بشه، یک چهارم اون خطبه شاید بشه. خب حالا عرض می کنم خطبه اول سخنرانی فاطمه علیه السلام در مسجد مدینه، یعنی مسجد پدرشون. طبری امامی در دلائل الامامه با سندهای 9 گانه آورده است، پس از آن که ابوبکر تصمیم به محروم کردن فاطمه از فلک گرفت و نماینده او را از آن اخراج کرد، حالا یا تعبیر جامعترش نمایندگان او را، وکلای او را، اما اینجا ناظر به اون سرکرده وکلاست، از آن اخراج کرد، حضرت زهرا چادر
به سر کرده. چادر را دانسته باشید، حالا برای بعضی از نوجوانا عرض میکنم که ظاهرا اصل کلمه چار دوره، یعنی یه پارچه یه لباسی که چار دور شخص را بپوشاند بگیرد، این اصل کلمه چادر. به سر کرده و با جمعی از بانوان وارد مسجد شد، در حالی که ابوبکر و جمعی از مهاجرین و انصار حضور داشتند. به احترام آن بزرگ بانوی اسلام پرده سفیدی آویختند که سخنرانی را در پشت پرده آغاز کند. قبل از آغاز سخن ناله جانسوزی کشید که بسیاری از حاضران گریستند و پس از آن که مردم آرام گرفتند فرمود: ستایش خدای را بر نعمتهایی که ارزانی داشت، سپاس او را بر اندیشه نیکو که در دل نگاشت، سپاس بر نعمتهای فراگیر که از چشمه لطفش جوشید و عطاهای فراوان که بخشید و نثار احسان که پیاپی بخشید، نعمتهایی که از شما فزون است و پاداش آن از توان بیرون و درک نهایتش نه در حد اندیشه ناموزون، سپاس را مایه فزونی نعمت نمود و ستایش را سبب فراوانی پاداش فرمود و به درخواست پیاپی بر عطای خود بیفزود. گواهی می دهم که خدای جهان یکیست و جز او خدایی نیست. ترجمان این گواهی دوستی بی‌آلایش است و پابندان این اعتقاد دلهای بابینش و راهنمای رسیدن بدان چراغ بله. چراغ دانش بله. خدایی که دیدگان او را دیدن نتوانند و گمان و گمانها چونی و چگونگی او را ندانند، همه چیز را از هیچ پدید آورد و بینمونه ای انشاء کرد، نه به آفرینش آنها نیازی داشت و نه از آن خلقت سودی برداشت جز آن که خواست قدرتش را آشکار سازد و آفریدگان را بندوار بنوازد و بانگ دعوتش را در جهان اندازد. پاداش را در گرو فرمانبرداری نهاد و نافرمانان را به کیفر بیم داد تا بندگان را از عقوبت برهاند و بهشت بکشاند. گواهی می دهم که پدرم محمد بنده و فرستاده اوست. پیش از آن که او را بیافریند برگزید و پیش از پیامبری تشریف انتخاب بخشید یا تشریف گزینش بخشید و به نامش نامید که می سزید و این هنگامی بود که آفریدگان از دیده نهان بود و در پس پرده بیم نگران و در پهنه بیابان عدم سرگردان. پروردگار بزرگ پایان همه کارها را دانا بود و بر دگرگونی های روزگار محیط بینا و به سرنوشت هر چیز آشنا، یا کارها را دانا بود و بر دگرگونی های روزگار محیط بینا و به سرنوشت هر چیز آشنا. محمد صلی الله علیه و آله را برانگیخت تا کار خود را به اتمام و آنچه را که مقدور ساخته به انجام رساند. پیغمبر که درود خدا بر او باد دید هر فرقه ای دینی گزیده و هر گروه در روشنایی شعله ای خزیده و هر دسته ای به بتی نماز برده و همگان یاد خدایی را که میشناسند از خاطر سترده. پس خدای بزرگ تاریکی ها را به نور محمد صلی الله علیه و آله روشن ساخت و دلها را از تیرگی کفر بپرداخت و پرده هایی که بر دیده ها افتاده بود به یک سو انداخت. سپس از روی گزینش و مهربانی جوار خیش را به دو ارزانی داشت و رنج این جهان که خوش نمی داشت از دل او برداشت و او را در جهان فرشتگان مغرب بخشید، در جهان فرشتگان مقرب گماشت و چتر دولتش را در همسایگی خود افراشت و حکم و فرمان مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت. درود خدا و برکات او بر محمد صلی الله علیه و آله. اینی که گاهی من در بعضی از کلمات توقف می کنم جهتش این است که خیلی با خط ریزی و با فونت خیلی ریزی چاپ شده.
و چتر دولتش را در همسایگی خود افراشت و حکم و فرمان مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت. درود خدا و برکات او بر محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر رحمت، امین وحی و رسالت، گزیده از آفریدگار و امت باد. سپس به مجلسیان نگریست و چنین فرمود: شما بندگان خدا، نگهبانان حلال و حرام و حاملان دین و احکام و امانتداران حق و رسانندگان آن به خلقید. حقی را از خدا بر عهده دارید و عهدی را که با او بسته اید پذیرفته اید. ما خاندان را در میان شما به خلافت گماشت و تأویل کتاب الله را به عهده ما گذاشت و حجت های آن آشکار و آنچه در بله در باره ماست پدیدار و برهان آن روشن و از تاریکی گمان و از تاریکی گمان به کنار و آوای آن در گوش مایه در گوش مایه آرام و قرار و پیرویش را هم راهگشای روزه رحمت پروردگار و شنونده آن در دو جهان رستگار. دلیل‌های روشن الهی را در پرتو آیت‌های آن توان دید و تفسیر احکام واجب او را از مضمون آن باید شنید. حرام‌های خدا را بیان دارنده است، یعنی آیات قرآن بیان دارنده است، و حلال‌های او را رخصت دهنده و مستحبات را نماینده و شریعت را راه گشاینده و این همه را با رساله با رساترین تعبیر گوینده و با روشنترین بیان رساننده. سپس ایمان را واجب فرمود و بدان زنگ شرک را از دلهاتون زدود و با نماز خودپرستی را از شما دور نمود و روزه را نشاندهنده دوستی صادقانه ساخت و زکات را مایه افزایش روزی بیدریخ. حج را آزماینده درجه دین و عدالت را نمودار مرتبه یقین و پیروی ما را مایه وفاق و امامت ما را مانع افتراق و دوستی ما را عزت مسلمانی و بازداشتن نفس را موجب نجات و قصاص را سبب بقای زندگانی و فای به نظر را موجب آمرزش کرد و تمام پرداختن پیمانه و بله موجب آمرزش کرد و تمام پرداختن پیمانه بخشید و تمام پرداختن پیمانه و وزن را مانع از کم فروشی و کاهش فرمود. میخارگی نکنند تا تن و جان را از پلیدی پاک سازند و زنان پارسا را تهمت نزنند تا خیش را سزاوار لعنت و نفرین نسازند. دزدی را منع کرد تا راه عفت پویند. شرک را حرام فرمود تا به اخلاص طریق یکتا پرستی جویند. پس چنان که باید ترس از خدا را پیشه گیرید و جز مسلمان نمیرید. آنچه فرموده است به جا آرید و خود را از آنچه نهی کرده باز دارید که تنها دانایان از خدا میترسند. پس حمد و سپاس گویید خدایی را که به نور و عظمت وی آنچه در آسمان ها و زمین هستند به دنبال وسیله جهت تقرب به وی میگردند و ما وسیله تقرب به خداوند در میان بندگانش هستیم و ما خاندان رسولش با حجت غیب الهی هستیم و ما وارثان پیامبران میباشیم. سپس گفت: مردم، چنان که در آغاز سخن گفتم، من فاطمه ام و پدرم محمد است. همانا پیامبری از میان شما به سوی شما آمد که رنج شما بر او دشوار و بگرویدن تان امیدوار و بر مؤمنان مهربان و غمخوار. اگر او را بشناسید میبینید او پدر من است نه پدر زنان شما، برادر پسر عموی من است نه مردان شما. رسالت خود را به گوش مردم رساند، آنان را از عذاب الهی ترساند، فرق و پشت مشرکان را به تازیانه توحید خست و شوکت بت‌پرستان را در هم شکست تا جمع کافران از هم گسیخت. صبح ایمان دمید، نقاب از چهره حقیقت فرو کشید، زبان پیشوای دین در مقال شد و شیاطین سخنور لال. در آن هنگام شما مردم بر کنار مغاکی از آتش بودید خار و در دیده همگان بی مقدار، لقمه هر خورنده و شکار هر درنده و لگد کوب هر رمنده بودید. نوشیدنتان آب گندیده و ناگوار، خوردنیتون پوست جانور و مردار، پست و ناچیز و ترسان از هجوم همسایه و همجوار.
تا آن که خدا با فرستادن پیغمبر خود شما را از خاک مذلت برداشت و سرتان را به اوج رفعت افراشت. پس از آن همه رنج‌ها که دید و خستی که کشید، رزم‌آوران ماجراجو و سرکشان درنده خوب و جهودان دین به دنیا فروش و ترسایان حقیقت ناپوش از هر سو بر او تاختند و با او نرد مخالفت باختند. هرگاه آتش کینه افروختند آن را خدا خاموش ساخت، و گاهی که گمراهی سر برداشت با مشرکی دهان به بیهودگی گشاد، بله به بیهودگویی گشاد، برادرش علی را در کام آنان انداخت. علی علیه السلام باز نایستاد تا بر سر و مغز مخالفان نواخت و کار آنان را با دم شمشیر ساخت. او این رنج را برای خدا کشید و برای تحقق اوامر خدا تلاش کرد. در آن خوشنودی پروردگار و رضای پیغمبر را می دید، سروری اولیای حق را می خرید، همواره دامن به کمر زده نصیحتگر، تلاشگر، کوشش کننده. اما در آن روزها شما در زندگی راحت آسوده و در بستر امن آسایش غنوده، و چون خدای تعالی همسایگی پیامبران را برای رسول خیش گزیده، دوره‌ای آشکار شد و کالای دین بی خریدار، هر گمراهی دعویدار و هر گمنامی سالار و هر یاوگویی در کوی و برزن در پی گرمی بازار، شیطان از کمینگاه خود سر برآورد و شما را به خود دعوت کرد و دید چه زود سخنش را شنیدید و سبک در پی او دویدید و در دام فریبش خزیدید و به آواز او رقصیدید، در حالی که از عهد و قرار چیزی نگذشته بود. در حالی که از عهد و قرار چیزی نگذشته بود، یا شکاف زخم دل ما از عزای پیغمبر هنوز درمان نگرفته بود و زخم بهبود نیافته بود و پیامبر هنوز دفن نشده بود، که آنچه نبایست کردید و برای عمل خود بهانه آوردید که از فتنه ترسیدیم، به گمان خود خواستید فتنه بر نخیزد و خونی نریزد، اما در آتش فتنه فتادید و آنچه کشتید بیاد دارید برشید و آنچه کشتید بیاد به باد دادید، که دوزخ جای کافران است و منزلگاه بدکاران. شما کجا فتنه خواباندن کجا؟ دروغ میگویید و راهی جز راه حق میپویید، و گرنه این کتاب خداست میان شما، نشانه هایش بی کم و کاست هویدا و امر و نهیان روشن و آشکار. آیا داوری جز قرآن میگیرید یا ستمکارانه گفته شیطان را میپذیرید؟ کسی که جز اسلام دینی پذیرد، روی رضای پروردگار نبیند و در آن جهان بازیان کاران نشیند. چندان درنگ نکردید که این سطور سرکش رام و کار نخستین تمام گردد. نوایی دیگر ساز و سخنی جز آنچه در دل دارید آغاز کردید. میپندارید ما میراثی نداریم، در تحمل این ستم نیز بردباریم و بر سختی این جراحت پایداریم. مگر به روش جاهلیت میگرایید و راه گمراهی میپیمایید؟ برای مرد با ایمان چه داوری بهتر از خدای جهان؟ ای مهاجران، این حکم خداست که میراث مرا برو بایند و حرمتم را نهایند. ای پسر ابو قحافه، خدا گفته تو از پدرت ارث بری و میراث مرا از من ببری؟ این چه بدعتی است در دین میگذارید؟ مگر از داور روز رستاخیز خبر ندارید؟ آیا دانسته و به عمد کتاب خدا را ترک کرده و پشت سر انداختید که میگوید سلیمان از داوود ارث برد؟ در آیه دیگر آنجا که خبر زکریا را بازگو میکند، زکریا عرض کرد پروردگارا مرا فرزندی عنایت فرما تا از من و آل یعقوب ارث برد، و فرمود خویشاوندان
خیشاوندان رحیمی اولای به یکدیگر اولای از یکدیگرن یا اولای به یکدیگرن. و فرمود خدای تعالی به شما درباره اولاد وصیت می‌فرماید، سفارش می‌کند که برای پسر دو برابر بهره دختر باشد، و فرمود هنگامی که مرگ شما فرارسد بر شماست که وصیت کنید. برای والدین و نزدیکان حقی است بر پرهیزکاران، و شما گمان می‌برید که مرا بهره ای نیست و سهمی از ارث پدرم ندارم. آیا خدا شما را مخصوص آیه‌ای فرموده که پدرم را از آن بیرون کرده استثناء کرده، یعنی یا آن که میگویید اهل دو کیش از یکدیگر ارث نمیبرند، و یا من و پدرم را از اهل یک کیش نمیدانید، و یا شما به خصوص عموم قرآن از پدر و پسر عمویم عموزاده ام علی علیه السلام داناترید؟ ابوبکر اینک این تو و این شطور سرکش خلافت مهار زده با تو در روز رستاخیز و حش ملاقات خواهد کرد. چه نیکو داوریست خدا و نیکو دادخواهیست محمد، و چه خوش وعدگاهیست قیامت. در آن روز اهل باطل زیان میبرند، وانگاه دیگر ندامت و پشیمانی شما سودی ندارد، و برای هر خبری قرارگاهیست. پس خواهید دانست که عذاب خاری افزا بر چه کسی فرود خواهد آمد، و عذاب جاویدان چه افرادی، بله عذاب جاویدان چه افرادی خواهد شد. بله. آنگاه رو به سوی انصار کرده و چنین فرمود: ای گروه مؤمنین، ای یاوران دین، ای پشتیبانان اسلام، چرا جانب حق را نمیگیرید؟ چرا دیده به هم برهم نهاده و ستمی را که به من می رود می پذیرید؟ مگر نه این است که پدرم فرمود احترام فرزند حرمت پدر است، که زود رنگ پذیرفتید و بیدرنگ در غفلت خفتید. پیش خود می گویید محمد مرد؟ آری مرد، و جان به خدا سپرد. مصیبتی است بزرگ و اندوهی سترگ، شکافی که هر دم گشاید و هرگز به هم نیاید. فقدان او زمین را لباس ظلمت پوشانید، لباس تاریکی پوشانید، و گزیدگان خدا را به سوک نشانید. شاخ امید بیبر و کوها زیر و زبر شد، حرمت ها تباه و حریم ها بیپناه ماند. اما نچنان است که شما آن تقدیر الهی را ندانید و از آن بیخبر مانید. قرآن در دسترس شماست و آن را شب و روز میخوانید، چرا و چگونه معنی آن را نمیدانید؟ که پیامبران پیش از او نیز مردند و جان به خدا سپردند. محمد جز پیغمبری نبود، پیغمبرانی پیش از او آمدند و رفتند. اگر او کشته شود یا بمیرد شما به گذشته خود باز میگردید. کسی که چنین کند خدا را زیانی نمیرساند، و خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. آوه پسران قیله، قیله اسم جد مادری اوس و خزرج انصار، آوه پسران قیله، پیش چشم شما میراث پدرم را ببرند و حرمتم را ننگرند، و شما همچون بیهوشان فریاد مرا نشنوید. حالی که سربازان دارید با ساز و برگ فراوان و اساس و خانه های آبادان، امروز شما گزیدگان خدا، پشتیبان دین، یاوران پیغمبر و مؤمنین، حامیان اهل بیت طاهرینید. شمایید که با بت پرستان عرب در افتادید و در برابر لشکرهای گران ایستادید، تا چند که از ما فرمان بردار و در راه حق پایدار بودید. نام اسلام را بلند و مسلمانان را ارجمند و مشرکان را تارومار و نظم را برقرار و آتش جنگ را خاموش و کافران را حلقه بندگی در گوش کردید. اکنون پس از آن همه زبان‌آوری دم فرو بستید و پس از پیش روی واپس نشستید، آن هم در برابر مردمی که پیمان خدا را گسستند و حکم خدا را به کار نبستند. از اینان بیم مدارید، تا هستید از خدا بترسید اگر حق پرستید. اما جز این نیست که به تناسایی خو کردید و به سایه امن و خوشی رخت برده اید. از دین خسته اید و از جهاد در راه خدا نشسته و آنچه را شنیده اید کار نبسته اید. بدانید که من آنچه شرط بلاغ است با شما گفتم، اما میدانم خارید و در چنگال زبونی گرفتار. چه کنم که دلم خون است و باز
بازداشتن زبان شکایت از طاقت برون و نیز میگویم برای اتمام حجت بر شما مردم دون، پس این خلافت را که افسار شد و بار بر آن نهاده شده است بردارید تا در روز قیامت با شما ملاقات کند. پس در آنجا خداوند چه خوب داوری است و پیامبر چه خوب دشمنی است و وعده ما به قیامت باشد. بدانید که به خاطر چیز اندکی از حقیقت روی برمیگردانید و در هنگامه قیامت از زیانکاران خواهید بود و برای هر گفتار و رفتاری جایگاهی خواهد بود و به زودی خواهید دانست که چه کسی به عذاب دردناکی گرفتار شود و آن عذاب بر وی جاویدانه گردد. سپس رو به قبر پدرش کرد و اشعار صفیه دختر عبدالمطلب را خواند. آنگاه رو به سوی انصار کرد و چنین فرمود: ای گروه مؤمنین، ای یاوران دین، بله بخشید، اشعار رو ترجمه کرده، از ترجمه اشعار میگذریم. بعد جواب ابوبکر رو اینجا میشنویم. ابوبکر گفت: راست گفتی ای دختر رسول خدا، هر آینه پدرت نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان و نسبت به کافران همانند عذابی دردناک بود و به خدا قسم که اگر بخواهیم نسبت او را مشخص کنیم، او را پدر تو میابیم نه زنان دیگر، او را برادر پسر عمویت میابیم نه مردان دیگر. او پدرت را در هر سختی همراهی کرد و در هر کار بزرگی او را یاری کرد و شما عطلت پاک پیامبر خدا و برگزیده شده او هستید. ما را به سوی بهشت راهنمایی کردید و درهای خیر را بر روی ما باز کردید و اما آنچه را که درخواست کردی برای توست، آنچه را که پدرت آن را مشخص کرده است و من سخن تو را تصدیق می کنم و در حق تو ستم روا نمی دارم. و اما درباره میراث باید بگویم که رسول خدا فرمود: ما جماعت پیامبران به ارث برده نمی شویم. این حدیثی است که ابوبکر در جواب حضرت زهرا مدعی شد، بر پیغمبر مدعی شد. و در رد جواب ابوبکر حضرت زهرا فرمود، آن حضرت علیها سلام فرمود: سبحان الله، رسول خدا که با کتاب خدا مخالف و از احکام آن روی گردان نیست، بلکه پیوسته پیرو قرآن، حال تصمیم بر مکر و نیرنگ دارید و با دروغ بستن به او عذر می آورید. این حیله شما شبیه توطئه هایی است که به هنگام زنده بودن پیغمبر برای از بین بردن او انجام می شد. اینک این کتاب به خدا و داور و گوینده حق است، چون این میگوید: فرزندی که از من و از فرزندان یعقوب ارث میبرد، نیز میگوید سلیمان از داوود ارث برد. خدای بزرگ و قادر در تقسیم سهم هر یک از ورثه نصیب آنان را چه مرد و چه زن روشن فرمود، به طوری که دیگر جایی برای بهانه باطل گرایان و گمان و شبهه برای آیندگان باقی نماند. چنین نیست که عمل میکنید، بلکه هواهای نفسانی و تسویلات شیطانی بر شما غالب است. در این هنگام جز صبر جمیل نیست. از خدا در مقابل آنچه وصف و عمل می کنید مدد می جوییم. تو گمان کرده ای که نبوت به ارث برده نمی شود و غیر آن به ارث برده می شود، یعنی پیغمبر به ارث برده نمی شود و غیر آن به ارث برده می شود. پس چه شده است که از ارث پدرم محروم می شود؟ آیا در کتاب خدا نازل شده است الا فاطمه بنت محمد؟ اگر نازل شده به من نشان بده تا قانع شوم. ابوبکر جواب داد: ای دختر رسول خدا، راست گفتی، تو عین حجت و معدن حکمت هستی. من در صدد جوابگویی نیستم، نمیخواهم تو را از حق خودت محروم کنم، اما این مسلمانان هستند که ما بین من و تو نشستند. اینها مرا مسئول این کارها قرار دادند و بر عهده من گذاشتند آنچرا که گرفتم یا واگذاشتم. فاطمه فرمود: آیا بر آینده ای باطل و کاری زیان‌آور اتفاق نظر میکنید؟ بد عوضی مسلمانان پذیرفتند، تو این ندا را به کران چو به گوش بگردانند، نمیتوانی بشنوی؟ تو این ندا را نمیتوانی بشنوی؟ اما به خدا قسم که محمل خلافت را بسیار سنگین میباید مییابید و بر دوش کشیدن آن وبادی بر گردن شما خواهد بود. هنگامی که پرده ها برای شما کنار برود و در آن هنگام دیگر مجال گریز نیست و برای شما از سوی خدا آشکار شود آنچرا که از آن برحذر می شدید. سپس به طرف انصار توجه کرد و چنین فرمود: ای بزرگ مردان،
ای بازوان ملت و نگهبانان اسلام، این کوتاه بینی و سوسنگری در حق من چیست و این خوابالودگی در برابر ستمی که به من میرود یا بر من میرود چرا؟ مگر نه رسول خدا به حفظ کرامت مرد در فرزندانش فرمان داده؟ چه زود حادثه بار آوردین، حادثه بار آوردین و چه با شتاب بیراه رفتین؟ آیا میگویید محمد را مرگ در گرفت و همه چیز تمام شد و خاندان و نبوت گم شد؟ آری، مرگ او حادثه بزرگی بود که اثر آن همه جا را فرا گرفت. شکافش آشکار گردید، پیچیدگی آن همگیر شد، با غیبتش روی زمین تیره گشت، ستارگان در مصیبتش گرفته شدند. بله. و نسبت به کافران همانند عذابی دردناک بود. بله، اینجا عرض کنم که ستارگان در مصیبتش گرفته شدند، آرزوها به آخر رسید، کوها فروتنی کردند، حریمها در شکست و حرمتها به هنگام مرگش در هم ریخت. فقدان پیامبر به خدا فاجعه بزرگ و مصیبتی بس عظیم است که کتاب خدا آن را با صدای بلند بلند اعلان فرموده و پیش از آن پیامبران خدا نیز گفتند. نیست محمد جز این که پیامبر است و پیش از او پیامبرانی آمدند و رفتند. پس اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به پیشینه خود یعنی جاهلیت خواهید برگشت. شما مطمئن باشید اگر کسی برگردد زیانی به خدا نمیرسد یا نمیرساند و گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خداوند سپاس گزاران را پاداش خواهد داد. هان ای فرزندان قیله، مادر و جده علای انصار، آیا در حضور شما مرا از ارث پدرم محروم می سازند و در مجلس و مجمعی که من شما را می خوانم می بینید و می شنوید و از ظلمی که به من رفته آگاهید؟ شما افراد زیادی دارید و ساز و برگ و نیروی دفاع از مرا دارید، به ندای من پاسخ نمی دهید، به فریاد من فریاد رسی نمی کنید. شما مردان جنگی هستید و به خیر و صلاح معروف و شناخته شده اید. شما برگزیدگان و صالحانی بودید که به جنگ ها با عرب ها انتخاب شدید و در این راه متحمل زحمت شدید و با امت ها شاخ به شاخ شدید. رو در روی شما شجاعان ایستادید و پیوسته به شما فرمان می دادیم و شما فرمان بردار بودید، تا اینکه در اثر فداکاری های شما آسیاب اسلام به کار افتاد، خیر و برکت روزگار جاری شد، نعره شرک فرو شد، دروغ از جوشش افتاد، آتش کفر خاموش شد، صدایی از هم پاشیدگی فرو نشست و نظام دین به ترتیب افتاد. پس چرا این گونه بعد از بیان و اعلان سرگشتگی و پنهانکاری می کنید و پس از آغاز عقب نشینی کردید و پس از ایمان به شرک برگشتید؟ چرا با قومی که پیمان خود را شکستن و در صدد بیرون راندن رسول خدا بودن و آغازگر جنگ در روزهای نخستین بودن جنگ نمی کنید؟ آیا از آنان می ترسید؟ خدا شایسته تر برای ترس است. اگر ایمان داشته باشید، هوشیار باشید، می بینم به خوشگذرانی و راحت طلبی رو آوردید. کسی را که شایسته دخل و دخل نمی شود، دخل و تصرف در کارهاست، کنار زدید، به تن پروری در گوشه آرام تن دادید، از فشارها و سختی‌های مسئولیت به فضای باز بی احساسی روی آوردید. آنچرا که از ایمان برگرفته بودید به بیرون افکندید و آنچرا که به گوارایی فرو برده بودید بالا آوردید. بدانید اگر شما و تمام افراد روی زمین کافر شوند، از ملک و ملک و قدرت خدا چیزی نمی کند، از ملک و قدرت خدا چیزی کاسته نمی شود، زیرا خدا سخت بی نیاز و سپاسگزار است. من آنچرا که گفتم نه از راه جهالت به حال شما بود، بلکه از روی آگاهی گفتم، به سبب عدم یاوری که در خمیره شماست و نیرنگ و فریبی که در صمیم دلهای شماست، موجب شد که غصه های دل لبریز شد و خشمها بیرون بریزد.
دلها بر غصه های دل لبریز شده و خشم ها بیرون بریزد، در نتیجه استقامت شما در مقابل شدایت کم شد و آنچه در دل داشتید ظاهر شد. آنچه گفتم اتمام حجت بود. حال این مرکب خلافت را بگیرید و آنچه از وزر و بال است بران حمل کنید، اما یا بران بار کنید، اما این مرکب پشتش زخم و پایش مجروح و ننگ آن ابدی است و نشان غضب الهی که شعله آن سر از سینه ها در می آورد خواهد بود. همه آن چرا که انجام می دهید خدا می بیند. چه زود ستمگران خواهند فهمید که در چه بازگشت سختی قرار خواهند گرفت. من دختر ترساننده از عذاب شدیدی که در پیش دارید می باشم. شایسته است که ما و شما در انجام وظیفه خود فروگذار نباشیم و در انتظار نتیجه اعمال خود باشیم. و سیعلم الکفار و لمن عقبت دار. به زودی کفار خواهند فهمید که فرجام سرای دیگر از آن کیست. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بگو هر کاری می خواهید بکنید که به زودی خدا و پیغمبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. کارنامه هر انسانی را به گردن او می بندیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر که به سنگینی ذره نیکی کند نتیجه آن را خواهد دید، هر که به سنگینی ذره بدی کند نتیجه آن را خواهد دید. پس از آن که از این مجلس بازگشت، پس از این که حضرت زهرا علیه السلام از این مجلس بازگشت، رافع ابن رفاعی زرقی خزرجی به دنبال حضرت زهرا گرفت و عرض کرد ای سرور زنان، اگر ابوالحسن در این مورد صحبت کرده بود قبل از آن که بیعت منعقد شود حقیقت را برای مردم توضیح میداد، هیچ کس را بر او ترجیح نمیدادیم. فاطمه فرمود از من دور شو، بدان که خداوند پس از غدیر خم برای هیچ کس عذر و بهانه باقی نگذارده است. در آن روز عده بسیاری گریه می کردند و مدینه در غم و اندوه فرو رفته بود و مردم حیران و سرگردان مانده بودند. صدای شیون و زاری بلند شده بود. ابوبکر به عمر گفت دستت بخوش کرد، چه می شد اگر در این کار دخالت نمی کردی؟ چه بس با دادن فدک این مشکلات. عمر گفت این کار باعث تضعیف حکومت تو و توهین به مقامت می شد و من جز برای دلسوزی این کارو نکردم. ابوبکر گفت وای بر تو، با دختر محمد میخوایی چه کنی در حالی که مردم فهمیدن چه قصد داری و هدف ما از تصاحب فدک چیست؟ عمر گفت اینها جمعیت پراکنده‌ای بودند که متفرق شدند و لحظات سختی بود که گذشت و چنین فرض کن که هیچ اتفاقی نیفتاده است. نماز را اقامه کن و زکات را بپرداز و امر معروف کن و بذل و بخشش را افزایش بده و بدون که ان الحسنات یذهبن السیئات، همانا نیکی ها بدی ها را از بین میبرد. یمحو الله ما شاء، خدا آنچه را که میخواهد محو میکند. یک گناه در مقابل نیکی های بسیار انجام شده است و وزر و بال آن را بر گردن من بینداز. ابوبکر با دستش بر شانه عمر زد و گفت چه بسیار غم و اندوهایی که تو آن را آنها را برطرف کردی. سپس ابوبکر اعلام کرد که جمع شوند. پس از اعلام و اجتماع مردم وی بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا گفت ای مردم، این چه وضعی است که هر سخنی را میگویید؟ اگر این مطالب در عهد رسول خدا بوده است پس هر کس که آن را شنیده است باید بیان کند و هر کس که شاهد بوده است باید بیاید و شهادت دهد. چنین نباشد که از روباه بترسیدن پرسیدن شاهد تو کیست؟ گفت دومم. چنین نباشد که همون کسی که برانگیزاننده برگیزاننده هر فتنه ایست بگوید ریشه فتنه را بخشکانید. این چه حالتی است که از ضعیفه ها کمک میگیرند و از زنان یاری میخواهند؟ همانند ام طحال که نزدیکترین خویشاوندانش زن بدکاره است. اگه آگاه باشید، ما نعوذ بالله ما نقل قول میکنیم بنابر آنچه که در اخبار رسیده است. مثلا این یک قسمتش در شرح نهج البلاغه عبدالحمید ابن ابی الحدید معتزلی شافعی بغدادی متوفای 650 هجری و به نقل از جوهری بصری متوفای 330 هجری. در این کتاب آن را شرح کرده و بر آن تعلیق نوشته. بله، آگاه باشید که اگر بخواهم سخن بگویم حرفهای زیادی برای گفتن دارم. ای جماعت انصار، سخنان بعضی از بیخردان شما به من رسیده.
و شما سزاوارترین افراد برای پایبندی به عهد پیامبر هستید. او به سوی شما آمد و شما او را پناه دادید و یاری کردید. آگاه باشید که من دست و زبانم را بر کسی که مستحق آن نیست دراز نمی کنم. با این وجود فردا بیایید تا عطایای خیش را بگیرید. یعنی در واقع با امید دادن به پخش عطایای بیت المال از انصار خواست که آرام بگیرند. و ام سلمه در جواب وی گفت آیا درباره فردی چون فاطمه این حرف ها را میزنی؟ در حالی که او فرشته در میان آدمیان است، او در دامن مادران انبیا پرورش یافته و ملائکه او را دست به دست کردند، او در خانواده ای پاک رشد کرده، در بهترین منزل پرورش یافته، به وسیله بهترین مربی تربیت شده. آیا گمان میکنید رسول خدا ارث خود را بر وی حرام کرده؟ با این حال به او اطلاع نداده، در حالی که خداوند به وی فرموده است و انذر عشیرتک الاقربین، خاندان نزدیک خود را هشدار بده. آیا پیامبر او را انذار نکرده یا انذار کرده و حال او آمده است آن را طلب می کند، در حالی که برگزیده زنان و مادر سروران جوانان و هم پایه مریم دختر عمران و همسر شیر صحنه های پیکار است. رسالت پروردگار با پدرش به خاتمه رسید و به خدا قسم که پدرش در مقابل هر گرما و سرمایی از او محافظت میکرد و دست راست خیش را بالش وی قرار میداد و با دست چپ او را نوازش میکرد و گرد و غبار از صورتش میفلود. مواظب باشید، آهسته تر بروید که رسول خدا در مقابل چشمان شماست و به پیشگاه خداوند برده می شوید. پس وای بر حال شما و به زودی از نتیجه کارهای خیش آگاه خواهید شد. آیا سخن رسول خدا را فراموش کردید که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی هستی، خطاب به علی، و فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، من بار گران یا وزن گران متعادل متساوی را در میان شما می گذارم. چقدر زود این حادثه را ایجاد کردید و چه زود پیمانها را شکستید. و ام سلمه به خاطر این سخنان از حقوق آن سال محروم شد، یعنی از بیت المالی که به انصار و عدیداد به ام سلمه نداد. به همین مقدار بسنده می کنیم و همه شما را به خدا می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون استاد، دست شما در نکن، استفاده کردیم. حالا چکتر سوال کوچیک مونده که انشاءالله در شروع جلسه هفته آینده می پرسیم. ولی الان یادم اومد که یه مطلب بسیار مهم و حساسی را با خواندن خطبه باید بگم. یه دفعه یک کسی خیال نکند که چون فدک را از حضرت گرفتن حضرت آمده این خطبه را خونده. نه، اول بعد از گرفتن فدک بله شهودی اقامه کرد، همطور که اشاره کردم، به باز یعنی به غیر ارث، به واگذاری پیغمبر، واگذاری پیغمبر که ارث نیست. و چون این طریقه اقامه شهود اثری نکرد و تا این حد جرأت کردن که همه این شهادت ها را رد کردن، لذا حضرت دید که انه از باب تنازلم که شده از دعوی نحله یعنی هدیه یعنی واگذاری از دعوی اون دست بردارد و منتقل بشد. نحله نخواستیم، فرض کنید نحله نبوده، هدیه نبوده، اما اگر هم هدیه نبوده بنابراین ارث بوده، و اگر ارث بوده بنابراین مطالبه به ارث کرد. مطالبه در یک کلمه مطالبه به ارث ثانوی است، نه اولی. اول مطالبه به نحله و هدیه است، و وقتی که اون پیش نبود، از اون راه پیش نبرد حضرت، این دفعه منتقل شد به ادعای ارث یا دعوی ارث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و یه سوال من کوتاه بگم، اصطلاح خطبه فدکی ما میگیم که اهل سنت بیشتر گفتنش، اصطلاح درستی بگیم خطبه امامت و خطبه ولایت، چون اصلا خیلی کامل تره تا یک مسئله فدکی. بله درستی، بله این در واقع تذکر دومی است بعد از اینکه خطبه را خوندیم. یعنی مثلا به جای فدکی اگر دقیق تر بخواد گفته بشه، خوب است گفته بشه خطبه ارثیه امامتی، مثلا خطبه امامت و ارث در مرحله دوم. الحمدلله، خداحافظ. خیلی متشکرم استاد، استفاده کردیم. دوستان شما به خدای بزرگ میسپارم. یکی دو سوال کوچیک مونده که ابتدای جلسه آینده
خواهیم پرسید که درباره حمله به خانه حضرت زهرا است و یکی دو سال از فتح. شاید هم این سوالاتتون تا هفته آینده از کوچیکی در بیاد بزرگ بشه دیگه. چون همیشه میگی کوچیک باشه دیپلماتیک دیگه برای سوال پرسیدن. خدا نگهدار، من دوستان قطع میکنم برای همه. خدا نگهدار.